سال خیلی خیلی بیشتر شده، به دلیل اینکه 10 سال گذشته هم یک بوته آزمایشی بود برای اینکه این موضوع تئوری عرفان حلقه به یه چالش‌هایی گذاشته بشه، چالش‌های امنیتی و تخصصی و هم یعنی همه رقمه، به این طریق که در این خلال این 10 سال خیلی از تئوریسین‌های بزرگی رو که به اصطلاح روشون حساب می‌کردن، اینا در اون به اصطلاح گفتمان‌های در اون بازداشتگاهی و در اون سیستم امنیتی وارد این مباحثات شدن و نتونستن چیزی رو خلاف اون ثابت کنن. حتی یه مورد در خصوص این که میدونید که صدها اتهام وارد کرده بودن به عرفان حلقه، ولی یه دونش هم نتونستن ثابت کنن و آخر عاقبت برای مدتی که منو نگه داشته بودن بازداشت غیر قانونی بود، یک اتهام امنیتی رو صرفا تونستن بزنن، اونم اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در سازمان چریکای فدایی خلق ایران. یعنی اصلا چیزی که هیچ ارتباطی به موضوع عرفان حلقه نداشته. بنابراین حتی یک مورد این که این همه اتهاماتی که وارد شده، شیطان پرستی نمیدونم، گفتن خدا اینطور خدا اونطور، و ببینید هیچ کدوم از اینها رو حتی یک مورد رو نتونستن ثابت بکنن، حالا چه با اعمال فشار و اعمال روش‌های خاص و چه با از طریق گفتمان‌ها و چه از طریق ساخت فیلم‌های تبلیغاتی مسموم ساختگی، هیچ گونه نتونستن تأثیر منفی در دیدگاه مردم هم بگذارن، چون عملا موفق نبودن علی‌رغم همه سمپاشی ها و دروغگویی ها، تهمت ها و افتراها. نه تنها نتونستن تأثیر منفی بگذارن، بلکه برعکس تونست در گستردگی این قضیه بازم کمک بکنه، به دلیل اینکه اشخاص و افراد با شنیدن این اتهامات مشتاق میشدن ببینن موضوع چیه و قضیه از چه قراریه. خب همین که اشخاص و افراد بخوان تحقیق کنن، هر زمانی بخوان تحقیق کنن عرفان حلقه چیه، عرفان حلقه مواضع مشخصی داره، مواضع انسان دوستانه داره، به انسان کمک میکنه به خوب فکر کردن، به خوب بودن، روش های خوبی رو داشتن در زندگی، بینا کمک میکنیم، برای همه اثبات شده و مشخص و معینه. گذشته از این که به موضوع سلامت هم به طور حاشیه‌ای و مکمل کمک میکنه، دیدگاه و معلومات انسان رو در مورد کیهان بالا میبره، در مورد مسائل غیر از ماده و انرژی که همین شعور و کانشسنس باشه یا کانشسنس باشه بالا میبره، و همه اینا در مجموع همش نکات مثبته، هیچ نکته منفی اینجا وجود نداره که واقعا بشه روش انگشت گذاشت. البته ممکنه بعضی از کاربران به عمد یا به سفارش یا به هر روش دیگه بیان وارد میدان بشن و یه کارهایی بکنن که چهره یه کاری رو خراب کنن. این کارو در طول تاریخ در مورد همه چی انجام دادن، در مورد همه ادیان انجام دادن، در مورد همه نظریه، در مورد همه انجام شده، چیز عجیبی نیست، چیز غیر منتظره ای نیست. در مورد عرفان حلقه هم از این قاعده مستثنا نیست، افرادی میتونن بیان خرابش کنن به سادگی، به راحتی، با طرح موضوعاتی که اصلا مربوط به عرفان حلقه نیست، با رفتارها، ادا اصولها و خیلی چیزهای دیگهی که اصلا مربوط به عرفان حلقه نیست، بیان چهره کارو خراب کنن.